در این ویدیو درباره نه علتی که باعث میشه یه زن شغلش بشه جندگی صحبت کردیم و در ویدیوی قبلی 5 تا از روش های مواجهه با این جنده ها تا اصلاح بشن و دست از کارشون بردارن رو معرفی کردیم و حالا ادامه ماجرا تجاوز جنسی در کودکی یا نوجوانی یکی از دلایل جندگی در بزرگسالیه والدین باید بدون رودروایسی به فرزندشون از همون کودکی یاد بدن که پسرها فقط به فکر کمر به پایینن و گول حرفاشون رو نباید خورد و اگر مورد تجاوز قرار گرفتی حتما به ما بگو اگر دختر مطمئن باشه پدر مادر بابت این اتفاق کتکش نمیزنن یا باهاش بد برخورد نمیکنن اگر مورد تجاوز قرار بگیره بهشون حتما میگه اگر دختر مورد تجاوز قرار گرفت و به والدینش اطلاع داد والدین دختر مورد تجاوز قرار گرفته اول با پسره صحبت کنن و بگن بیاد خواستگاری دخترشون تا از این قضیه چشم پوشی کنن و اگه پسره به هر دلیلی نپذیرفت یا فهمیدن هرزه و دختر وقت شکایت و گرفتن حق خانوادگی و دفاع دفاع از حیثیتشونه عامل بعدی زندگی زندگی در شهریه که پر از تحریکه دهکده ی جهانی شهوت چه میشه کرد حداقل کاری که میشه کرد اینه که فیلم های بدون سانسور توی خونه پخش نشه اگر عشق هالیوود و فیلم هاش هستین یه سری سایت ها هستن که زیرنویس میذارن با سانسور کامل بخش های جنسی همینطور سلامت دوستای خیلی صمیمی دختر در مدرسه باید تست بشه اثر کمال همنشین دست کم نباید گرفته بشه به شرطی برای دختر موبایل بخرن یا اجازه استفاده داشته باشه که به وسیله قفل های کودک خاص فیلتر و نظارت بشه در آمریکا 50 درصد والدین از اپهای کنترل فرزند استفاده میکنند والدین بابت چنین خواسته هیچ اشکال و ترسی نداشته باشند نگن به دخترم اطمینان دارم شیطان موجودی بیرحمه و اطمینان سرش نمیشه پسرهایی هستند که شیطون رو هم گول میزنند چه برسه به دخترهای مردم نباید ساده لح بود و نباید ادای بظاهر روشنفکرها رو در آورد روشنفکری معادل بیغیرتی نیست کسی فکرش روشنه که بفهمه به شیطان و پسرهای مردم نمیشه اعتماد کرد با شفته اقتصادی و وجود دزدهای بیت المال و اصلا ایرانی بودن به عنوان علت بعدی زن بیدین ضعیف نفس تنبل راحت طلب و تنوع پرست رو برای تامین مالی به سمت جندگی سوق میده اما چرا ایرانی بودن اخیرا خبری خوندم که یک کشاورز به علت اینکه بادمجوناش قیمت مناسبی برای فروش در بازار نداشته کل محصول کشاورزیش رو ریخته تو آب رودخونه یعنی حاضر بریزه دور و آتیش بزنه اما با قیمت کم نده دست مردم حاضر بریز سطل آشغال اما حاضر نیست همین و خیرات پخش کنه بین مردم ما اینیم ما هزاران سال تمدن داشتیم اما هرگز فرهنگ نداشتیم تمدن با فرهنگ فرق داره یه توضیح کوچولو هم درباره صحبتی که در ویدیوی قبلی درباره ازدواج از 13 سالگی کردم بدم. فرزند چه دختر چه پسر وابسته به سه عامل اصلی ژنتیک، شرایط آب و هوایی محل زندگی و نوع تغذیه از حدودای 13 سالگی میل جنسیش به حدی قوی و تکمیل میشه که اگر پاسخ درست و اقلانی به این موضوع داده نشه، خودشو به شکل خود یا هرزگی و پریدن مخفیانه با جنس مخالف و بدتر از اون همجنسگرایی نشون میده خرج این دختر پسر در کمترین حالت و حداقل تا 18 سالگی باید توسط والدینشون داده بشه توصیه فارسیکا اینه که دختر پسر رو از همون 13 سالگی به عقد کسی در بیارین و بذارین نیاز جنسیشون از این طریق به شکلی درست برآورده بشه تا جلوی ایجاد نسلی جقی که نتیجهش میشه سست آنسوری، تنبلی ناکامی در کسب موفقیت بزرگتر و آسیب جسمی و همینطور جلوی ایجاد نسلی هرزه و دخترباز که آفات بسیار زیادی برای فرد خانه خانواده و اجتماع داره گرفته بشه خارجی این زوج نوجوان با پدر مادرشون باشه هر کدوم همچنان توی خونه پدر مادرشون بمونن و زندگی کنن و ساعتی از روز رو توی خونه پدر مادر یکی از دو طرف همدیگر رو ببینن و نیازهاشون برآورده بشه و همینطور مسئولیت تأمین خانواده تشکیل خانواده و حفاظت از خانواده دو نفره این زوج جوان در مجالس فردی خانوادگی و کف خیابون همچنان تا رسیدن به سن 18 بلکه 20 و بالا بر عهده والدینشون باشه تنها تفاوت اینه که الان زن و شوهر هستن فقط هر کدوم تو خونه باباشونن اگر والدین از لحاظ مالی ضعیف باشن خرج فرزند رو که باید بدن میمونه جشن عروسی که با هم توافق کنن بیفته برای بعد دختر پسر رو عقد کنن و جشن بمونه برای وقتی که یا والدین یا خود فرزندان بعد از رسیدن به تمکن مالی بتونن برگزار کنن ضمنا این نوع ازدواج کودک همسری محسوب نمیشه طبق قوانین ملی و بین المللی به زیر سیزده سال کودک معادل کید میگن به 13 تا 18 سال تینیج یعنی پسر یا دختر نوجوان گفته میشه و از 18 به بالا مرد یا زن یا در سن کم دختر پسرتونو رو متعهل میکنین یا جقی میشه و بدبخت یا مخفیانه با یکی وارد رابطه میشه شاید هم همین الان یا قبلا شده باشه زن فاحشه یا هیچ اعتقادی به خدا و مسائل دینی نداره یا اعتقاد درستی نداره که ناشی از دیتای ناقص یا دیتای غلطه مهمترین عامل برای پیشگیری از هر هرزگی چه در آقایون چه در خانم ها گرایش به دین معنویت و اخلاقیات اعتقادات مذهبی واقعی نه علکی و از روی ریا و نه واسه کسب مناسب دولتی سپره زن جنده در پروسه بازپروریش باید روی اصول عقایدش کار کرد اعتقاد به اصول دینیش مشکل داره که رسیده به فروع دین هر کی که داره بازپروریش میکنه باید روی اصول عقایدش بیشتر از سایر مسائل تمرکز کنه تا بتونه مغز و تفکرات زن جنده رو به حالت تنظیمات کارخونه برگرده ¿no از طرفی بیدینی در هر جامعه ناشی از بی تبلیغیه منظورم این نیست که کلا در جامعه یا در صدا و سیما آخوند کم داریم که بیاد تو تلویزیون حرف بزنه نه خیر خیلی. خیلی هم زیاد داریم منظورم تبلیغ درسته در این زمینه یه مثال میزنم خوب گوش کنیم ساعتها زمان و میلیاردها من بودجه صرف ساخت فیلمها و سریالهای مناسبتی میشه به امید تاثیر اگه تلویزیون سریالاش رو تو روز یا قبل از اذان مغرب پخش و تموم میکرد و فقط همون ده روز اول محرم برنامه هایی که حیعات دارن که همین مردم عادی بدون دخالت دولت برگزار میکنن رو بدون سانسور پخش زنده میکرد با ناچیزترین هزینه هم کنداکتورش پر میشد و هم زنان و مادران آینده که هیئت نمیان و دارن تلویزیون میبینن به صورت زنده میدیدن در عالم چه خبره و تغییر بزرگی ایجاد میشد اگر محرم باعث تغییر در افراد نشه سریالای عبدو خیاری صدا هرگز نخواهد شد البته نه هر هیئتی با هر سخن خانران و آخوندی و نه هر مدداهی هر شبکه به صورت کامل برنامه های یه هیئت به مدت ده شب پخش کنه 20 تا شبکه 20 هیت هیئت مختلف کل برنامه های یه هیئت در هر شب معمولا بیش از دو ساعت فراتر نمیره این دو ساعت و بیخیال هر چیز دیگه ای بشن و قبل و بعدش هر چی خواستن پخش کنن از طرف دیگه وقتی فرد به سنی میرسه که باید پول در بیاره دیگه غم نان خیلی از فرصت های آموزشی و ازش میگیره دوازده سال عمر تمام مرد مردم ایران در مدارس داره هدر میره و نه تنها بیدینی بلکه بی علمی و بی مهارتی نسل حاضر ماحصل عملکرد نویسندگان کتب درسی 730 هزار نفر معلم و یک میلیون نفر کارمند آموزش و پرورشه همشون باید از باسن آبیزون شن مخصوصا اونایی که عمدن باعث شدن